دنیای بدیه، هر روز یه چیز جدیده، یه روز جنگ پشتش فقر، یه روز تهدیده، فرجی نمیشه، میزنیم به هر دری که تحمل دردو ندارم خدا ندیگه. آمین، ما توی دامیم، خدا بهتره دمیت، یه نگاهی بندازی به جوانای ده بخت و لارینگ، بزرگای فامیل، پدرای زحمت کش و مادرای آبی، رفیقای فابی، اگه یکیو داری که هنو باش توی لابی، عشقتون جاوید، دنیا تشه دیگه داره میاد بوش. اصلا میگم بلنسن بلنسن بو آن Andio. Andio. سلام. اون قشنگای خاله، قنچه های باغ زندگی. خوش اومدید به یکی دیگه از اپیزودهای برنامه رفان، پیفان، رپ روست. نمیدونم هنوز اسمی براش انتخاب نکردم. متأسفانه اسم این اپیزود هست قفلی. حالا چرا قفلی؟ میبینی. شوخی میکنی. این آلبوم بدی یه هو یه روزی یه هرصد یه چیزی میشه، یه دستگی سریع یه و یه ترک اصلا میاد نمیتونی ندیش. چند روز پیش کوروش و جی جی یه پادکست دادم بیرون که در حقیقت قسمت اول پادکست های جی جی. خب خود ایده که عالیه، چون من خودم عاشق پادکستم، اون تا قسمت اولش فوق العاده بالا سوژه بود، اما من تصمیم گرفتم یه چیز علمی از این پادکست تولید کنم، اونم تدریس تخصصی و جزء به جزء اثرات THC بر تکلم. با هم ببینیم. خب الان چت کردیم با کوروش، گفتیم یه پادکست ضبط کنیم، حالا راجع به چیه نمیدونیم. من خیلی باید با کوروش تا حالا درست حرف نزده بودیم تا حالا با هم. تو کجت از مثلا آرش مثلا یعنی مثلا نمیدونم مثلا چی سمی مثلا یو مثلا تو تاکسی مثلا یو مثلا یه پیره مثلا یو مثلا ترک هایی که اصلا خیلی ترک هایی مثلا اونایی که مثلا خیلی خودم دوست دارم کسای دیگه می نویسم، یا مثلا یه سری ترک هایی گنگ و مثلا نمیفهم چی میگی. وی 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 مثلا چه میدونم مثلا یه آهنگی خب خیلی سخته دیگه، مثلا تو استانبول الان من رم زندگی میکنم خبری نیست اصلا. ایا ترکیه چه حالی دارم میکنم؟ خاکی سرتون بیشورا احمقا، چه حالی دارم میکنم؟ جون الان دوست دخترم میاد، میخوام ازش لب بگیرم، بوش بگیرم، قلبه بگیرم. توی یه سایت اسمش هم metacritic.com، نه من میشنس یا نه دقیقا یه مثل فراستیه دیدی همه رو نقد فهم به همه ولی گیر میده آجی، اصلا من نمیدونم چرا با هیچی اوکی نیست. آقای فراستی بعضی وقتا اصلا فیلمو نمیبینه نقد میکنه. میدین چی میگه؟ واقعا به قرآن مجلگ دروغ میگه. دنبال خونه میگشت با خانومش، 100,000 تومان کم داشت، از من قرض گرفت، یعنی 100 تومان به هم بده کاری، 100 تومن 20 سال پیش نداده هنوز؟ هنوز نداده واقعا به قرآن. خب آقا وضعیت هم که الان بد نیست، اون زن بنده خدا رو هم که طلاق دادی اقلا این بدهی تو بیار بده. راجع به هر فیلمی هم بازی کردیم برو فوش بده آزار. تو نمیتونی فقط کلن بگی این سبک موزیک اصلا من دوست ندارم، من همه مدل موزیک، هیچ سبک موزیکی نیم برام بذاری بگم خوشم نمیاد. چرا موزیک رپ رو انتخاب کردی؟ مثلا نرفتی؟ من خودم موزیک رپ رو اصلا دوست ندارم. What the fuck؟ خودم مثلا یه دفعه کارتون نگاه میکنم یه تیکه موزیکشو میگم وای چقدر خوبه، هم اونو برمیدارم چاپ چاپ میکنم. براتون قشه میگم، قشه یه میو میو که میشه حال گربه هاش، ولی که اون گربه نیست را خونه، اونا شکل گربه ها. کارهای سمپلینگی که تو میکنی به نظر من یونیک ترین و خواسترین کارهایی که میکنی واقعا. خای مال یه چیزی که خیلی من حسرتش رو میخورم اینه که فیلمای ایرانی هیچ کدومش روش رپ نمیتونه باشه. میدونی اگه تو فیلمای ایرانی مثلا میتونست رپ باشه خیلی خوب میشد، خیلی خفن بود، یعنی واقعا.
کاسخالی تو تابستون، پایه الکلی تو تابستون، میخوایم کلی حال کنیم تو تابستون، چون همه برای بسترانن تو تابستون. بمونی میام من و رفیقام، وقتی همه میرسن من نشستم سر جام، من تو رو میخوام خوبت میفهمن نگام، بیا بشین رو پام نگام میکنیم. مثلا ایران خیلی خیلی وضعیتش خرابه به نظر من. آره ایران که خیلی وضع خرابه اصلا. به نظرت واقعا شوکشه؟ شما خیلی آقای خیلی چاکر، خیلی گلهای گلی، انشالله ترکیز اول میشه. باشه من خودم دیگه خیلی حساب نمی کنم روی ایران، راستشو بگم. آفرین آفرین، درود به شرفت. میدونی اینترنشنال باشه، حتی اگه داره فارسی میخونه، این خیلی مهمه. اگه مثلا آرش یه همچین فازایی داشت، آهنگ اوریجینال یه دونه هم نداشت، همه آهنگاش کاوره. آره لامصب همه کاوره دیگه، همه خب... آهنگاش کاور آرش، بعد لیریکس هم نداره، ولی خب میدونی فالا یه سری فیتای گنده داده. مثلا برنامه شو من رفت، یعنی بعد از ما یه کنسرت گذاشتیم که بعد از ما اجرا کرد و اینا، دیدم برنامه‌شو، برنامه‌اش خیلی عین سیرکه، مثلا توپ هوا میکنه و چیزای، یعنی اون دوستام که رفته بودن داشتن تعریف می‌کردن برام. دیدم برنامه‌شو دوستام که رفته بودن داشتن تعریف می‌کردن. اتفاقا جالبه، مامانم امروز بهم زنگ زده بود و اینا، میگفت ساسیمان کن کوروش چیکار میکنه. وای ساقی یا می، هی 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 بریش خفه شو بیشور گردن تو میزنم میکروب انگل جامعه میکنم تو بازداشت کنم. بچه این چه حیوانیه؟ یه آدمیه که مثل گاو میمونه، گاو میش، یعنی صد رحمت به گوریلای تنزینی. حالا من میخواستم چی کار کنم؟ میخواستم یه آهنگ دامبولی پرودوس کنم بدم بیرون، هیچ شه ولی نگم منم، بعد اگه هیت شد بگم دیدی که یه آهنگ دامبولی پرودوس کردم. Wait a minute. هیچ شه ولی نگم منم، بعد اگه هیت شد بگم دیدی که یه آهنگ دامبولی پرودوس کردم. این ایرانیم. به نظرم ولی کارشو بلده، میدونی هر کسی هم نمیتونه، یعنی اونم توی ساید خودش آدم باهوشیه. خای مال واقعا دامبولی باحالیه، میدونی چی میگم؟ یعنی خای مال جواب میگیره، یعنی یه کاری میکنه که تا میپیچه میدونی عینش خوشم میاد. خای مال میدونی آدم مریضیه، اگه رپر بود جزو رپرهای خیلی خوب میشد. خای مال فریستایلش یادته توی پارک ضبط کرده بود، پخش شده بود همه جا. اصلا یه سری ترک قدیمی داره خیلی باحاله. کیر منو میخوری با ولع زیادی بمی کس و ننه شده مثل مسئله زیادی، میخوام هر کنم با یه آلت گنده ننه یه تو کس نوده شبای جمعه. من یه چیز دارم که مثل شمشیر تیز، ننه تو میکنم بگو مانکن هیز، ننه پریوده ولی عیبی نداره، آدم هاشون میبینم خود عیبی. خودم مثلا خیلی چیزو دوست دارم، ترکی که خیلی دوست دارم از زد بازی چیه واسه کم فکر کنم، خیلی ترک رو دوست دارم. الان چت کردیم با کوروش، یا مثلا من مثلا بابا دیگه مثلا شما دیگه مثلا با کنم مثلا بگم دیگه مثلا راجب کس کس مثلا حالا مثلا همه شما مثلا میگه مثلا فیلم های این اسمشو یادم رفت. الان چت کردیم با کوروش، 10 دادیدم، مال اسخر فرادی دیدم، مال کیارستمی رو دیدم با یه سری کس شد، یعنی نمیرفتم. اینم ببین حالا اگه بخت کردید اینم ببین، میبینم میبینم واقعا باحاله. سوالی که انجام چیزایی بود که می‌خواستم بدونم که بعد از اینکه یه ذره با آنتون زینا کارش گرفته بود و اینا، مثلا مهمونی اینا میرفتین چطور بود؟ مثلا دخترها هم میومدن طرفتون و مثلا خب چی بود داستان؟ اگه همین پولای داشتم میرفتم کس میکنم باش.
مامورا ریختن توی خیابون، همه چی رو میکنن سری داغون، حالا ریخته تو کوچه بسیجی، دنبالم میکنه با موتور سی جی، فسه فرار کن تو به سرعت نور، وقتی کلام میبینی از راه دور، داره به من نگاه میکنه به طور بد، یکی از رفیقامو از دور زد. جمجمه شوت قمقمه، اونجا رو وسط بلبله، اونم از وسط دموله، جمجمه شوت قمقمه. خب برخلاف چند هفته قبل، این هفته گذشته حاشیه زیادی تو رپ وجود نداشت. ما تا چند تا اجرای خیلی خوب داشتیم که براتون جدا کردم و پشت سر هم میبینیم. خیلی رای اومد، خیلی ستاره، سایتو چک کردی ببینی میشه کی بیتت پاره، سایی یه بیتی به کاره روش موره میدون تهرانه، باز یکی پیدا میشه رو همین هم یه عیبی بذاره، این سبک آزاده تا جایی که پا بدشه، طرف تا فقط شنوندش نیست خالقشه، اگه تو نداری در باره یه قالبش علمت زدی نمیگن لالی پس نزن راجبش به برو تو اگه جای گیر باشم ببرنم دو واس برسم گلن چشم از زمین و جایی برا بقا دیده همه پس دوزه این تقصیر همه از جز من مخ درگیره یه چیز از قدرت تس فرسی هم بگیرن نخبه جز این نی همه درگیره همینیم بیشتر قدرت باشه بزنیم نیشقن نوبت داره بی دلیل نیست نه فرصت میشه دیدن این قصهش قدرت هم همون پول در واقع خوشگل زورش هنه زورش علاقه یه تو درادی بریز برگای همه در بیا جیغ چارت پول سرمایه کودولار کودولار لش کنی هنه زنجانی دو بولا آفتاب بگی جمع بشه شکولات مخدره های حکومت دینی روی بطن و سکولار سر و تشجه جوز میشه نمودار تروریست ها اون سرباز و جنرال دنیا روی پول اگه داری بریز همه میرن برا زیر بار هر کاری به مولا کی میدونه کی میره کی میمونه کی میدونه چی توی دلمونه یاد دادن اینجا حاکمونه یاد دادن روی آب خونه سبز شدیم و باغچه‌ای که توش قاتل باغش باقی بونه بگو کی میدونه کی میدونه کی میدونه چه طعمی داره تبعید لحظه های تبعیم رفت و خواهد یه نوری از بالا اومده جدی دارم میام احساس میام اون نوره رو حسش میکردم قبلش هم داشتم تولید میکردم یه سری محصولات واسه عید برسونم کلا بازار تعطیل شده کنسل شده